دختر و پسرای خوب سلام، سال دهمی ها، سال یازدهمی ها، کنکوری های امسال، کنکوری هایی که از سال گذشته منو میشناختن، با کتاب های من آشنا بودن، به همه تون سلام میکنم و خسته نباشید میگم. امروز میخواییم بریم سراغ دوتا آرایه مهم دیگه، تضاد و متناقض نما. منتها از اون مهمتر میخوام تاکید بکنم که برنامه خوندن ادبیاتتون رو دیگه باید آروم آروم منسجم بکنید. شما روز یک ساعت ادبیات بخونید، نه کم نه زیاد. اگر ادبیاتتون ضعیفه، هفته 8 یا 9 ساعت و بیشتر از اونم داره به درس‌های دیگه تون لطمه می‌زنید. و اگر ادبیاتتون قویه، دست کم 5 ساعت. کمتر از 5 ساعت واقعاً حیفه. خب اگر ادبیاتتون قویه، برای درصدهای بالای 80 بالای 90 شما میتونید برنامه ریزی بکنید. چرا کمتر از 5 ساعت بکنید که دیگه دسترسی به اون درصدها رو غیر ممکن میکنه. از من اینو بپذیرید. و مهمترین کاری که باید بکنید در آغاز این راه اینه که روی خوندن بیت‌ها و معنی کردن بیت‌ها مسلط بشید. بنابراین از شما میخوام که بدون اینکه بخواید نه در میون بگذارید، در میون بیارید، خوندن بیت ها رو دیگه از الان شروع کنید یاد گرفتن از این کتاب که دیگه همتون احتمالا میشناسید. این کتابیه که به شما خوندن بیت ها، لذت بردن از بیت ها و پاسخ دادن به سوال کنکور رو آموزش میده. کتاب تناسب مفهومی هامون سپتی نشه دریافت و اصلا اون صفحه اولش بخونید. حدودا دو ماه فصل اولش که مهمترین فصلش طول میکشه، اما بعد از این دو ماه دیگه شما رو سرازیری میفتید و خیلی پاسخ دادن به تستای کنکور تو همه مباحث، حتی زبان فارسی، حتی آدایی براتون ساده تر میشه. بریم سراغ درس امروز. خب بچه ها، میریم سراغ دوتا آدایی دیگه، تضاد و متناقض نما، که با هم همبستگی هم دارن از نظر ادبی. و یادمون باشه که الان انتظار من از شما یک کمی متفاوته با اون بخش اول اینها، یعنی باید تا حدی مسلط شده باشه، تا حدی دیگه درسنامه آرایه ها رو باید خونده باشید و آروم آروم رفته باشید سراغ اون 50-60 صفحه اول کتاب همایش و خوندن بیت ها رو هم باید شروع کرده باشه تمرین کردن از روی کتاب تناسب مفهومی نشر دریافت. خب ببینید دیگه منم دیگه کتو در آوردم، میخوام با سرعت بریم جلو. خب تضاد تعریفش خیلی ساده است، اما تشخیصش به اون سادگی نیست. نه اینکه سخت باشه، اما به اون سادگی هم نیست. چطور توی جنازتون میخواستم که یه کلمه رو اسکن کنید و ببینید شبیهش توی بیت پیدا میشه یا نه، توی تضاد هم همین کار رو کنید. یعنی وقتی به واژه میرسید که احساس میکنید میتونه متضاد داشته باشه، چه صفت، چه اسم، چه فعل، خب یه نگاه کامل توی بیت داشته باشید که آیا متضادش وجود داره یا نه. به ویژه به متضاد فعل ها توجه داشته باشید. یه است و نیست ساده تضاد و خیلی راحت میتونه از چشتون دور بمونه، برود و بر جا بماند. پس به تضاد فعل ها توجه داشته باشیم. یه سری تضاد هایی هم هستن که ادبی هستن، یعنی توی ذهن و زبان شاعران ما خیلی به عنوان تضاد به کار میدن، که این رو شما لابلای تمرین ها و تست های آرایه با برخشون آشنا خواهید شد، با برخ دیگر هم تو همون کتاب تناسب مفهومی آشنا خواهید شد. یعنی نیاز به آشنایی با ادبیات داره که این خورد خورد و آروم آروم پیش میاد و باید به خودتون فرصت بدید. مثلا یه چند تایشو شاید توی همین چند جلسه با هم دیگه کار کرده باشیم. یکی بر و بحر بود، هر جا دیدیم متضاد هستن. یا مثلا درد و صاف، اگر کتاب تناسب مفهوم رو خونده باشید تو همون صفحات اولش اومده. درد تهنشین ظرف شرابه، صاف شراب یک از صافی گذشته. این دوتا از این جهت متضاد هم به کار میرن. یا مستی و مستوری، مستور بودن، در ستر بودن، پوشیده بودن، از نگاه دیگران دور بودن، در نقطه مقابل مستیه که
فاش میگوید، فاش عمل میکند، فاش عشق میورزد، مستی و مستوری، اینا دیگه تضادهای ادبی هستن که باید باشون آشنا بشید. رفته رفته مگس و سیمرغ مثلا واضحه دیگه در عظمتشون، در توانمندیشون. ای مگس عرصه سیمرغ، نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. کافور و مشک. کافور یه ماده خوشبویی که بیشتر توی پزشکی به کار میرفت، گندزدا بود، اینو آنتیبیوتیک قدیمی و منشأ البته گیاهی داره از درخت کافور. و مشک که از آهوی خوتن، آهوی ختایی یا همون آهوی مشک، از نافه او بیرون کشیده میشه، در خوشبویی مثل همان، اما معمولا اینها رو از نظر بو با هم مقایسه نمیکنن. اگر یک جای مشک و کافور اومده باشن و خوشبوییشون مطرح بوده باشه، هیچ تضادی با هم ندارد. اما اگر رنگشون مورد نظر باشه، کاملا متضادن. کافوری رنگ، سفید رنگ، معمولا موهای سفید و برف و حالا این دو تا الان به ذهنمه، به کافور تشبیه میشه. اما مشک چرنگی سیاهه، یکم بیشتر میخواید بهش فکر کنی، مشک چرنگی مشکیه، تلفظ دیگه مشک، مشکه که ما ازش مشکی ساختیم، که تو نارنج، نارنجی، مثلا خاکستر، خاکستری، مغز پسته، مغز پسته‌ای، خردل، خردل، خردلی، یا نیل، نیلی، لاجورد، لاجوردی، اینم مشک، مشکی که تلفظ دیگه‌اش مشکیه. پس مشک یا مشک سیاهیش اگر در مقابل سفیدی کافور قرار بگیره یه تضاد ادبیه. گوهر و خزف، گوهر و سفال، گوهر و یه پاره سنگ، حالا هر گوهری، جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابن که خزف می شکند بازارش. یکم کلمه عربیش زیاده، اما این عربی ها رو به فارسی تبدیل بکنیم خیلی بروز میشه، خیلی با ما میتونه همدمی بکنه. این بیت میگه چرا نباید در دل لعل، که یه سنگ سرخ رنگیه و در واقع از همون لال پارسی میاد که معنی سرخ میداده و لاله هم از همونجا اومده، همونطور لاله رو امروز دیگه ما تجزیه نمیکنیم، چرا نباید در دل سنگ لال یا لعل خون موج بزنه؟ چون لعل سرخ رنگه. میگه اصلا باید موج بزنه. وقتی میبینه که خزف که سفال باشه، بازار لعل رو شکسته، یعنی مردم به سفال، به آنچه که کم ارزشه یا بی ارزشه، به آنچه که هرزه است، بیشتر توجه میکنن تا آن چیزی که اصیله، آن چیزی که پایه داره، آن چیزی که بوته داره. جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابن، تقابن یعنی زیانکاری، که خزف میشکند بازارش. خب اینجا لعل کاملا در مقابل خزف یا سفال قرار گرفته. شبح، سنگ سیاه، سنگ بی ارزش، باز در برابر هر گوهری که قرار بگیره میشه تضاد. بسیار، اینها نیاز به زمان داره که دونه دونه تو بیت ها ببینید و براتون جا بیفته. من یک مختصری ازشون گفتم، خیلی هم البته مختصر نبود، منتها اون خط فکری که تو تضاد باید شما در پیش بگیرید اینه: به هر صفت یا اسم یا فعلی رسیدید که احساس کردید میتونه متضاد داشته باشه، چون خیلی چیزا متضاد ندارن دیگه، مثلا خودکار که متضاد نداره، به فرض دست که متضاد نداره، اما سر میتونه متضاد داشته باشه چون بالای بدنه، پس با پای جاهایی میتونه اگر موقعیتشون مطرح باشه متضاد فرض بشن. هر واژه‌ای که میتونه متضاد داشته باشه رو وقتی دیدید لطفاً یه نگاهی به کل بیت بندازید که آیا ضدش اونجا هست یا نه، به ویژه به فعل‌ها توجه داشته باشید. خب اما متناقض نما، متناقض نما بحث دیگه‌ایه. ببینید هرگاه که شاعر بیاد دو تا مفهوم متضاد رو با هم جمع کنه که منطقاً در عالم واقع امکان پذیر نیست، آرایه متناقض نما شکل میگیره. خب یه حرف بی منطق چرا باید اصلا آرایه باشه؟ چون واقعیتش اینه که ظاهرش بی منطقه. شاعر با زیرکی سخنی میگه به ظاهر متناقض، اما در واقع دارای معنا و پرمغز. معمولا متناقض نما از آرایه های رایج در ادبیات عرفانی مونه و کلن عرفان بر پایه تضادها و تناقضها اصلا شکل گرفته. فناء فی الله رو ما اوج هستی میدونیم دیگه، خودش یک نوع تفکر
پارادوکسیکال یا متناقضه. بچه ببینید، اگر سخنی به واقع متناقض باشه، یعنی من بگم که به فرض این خودکار می نویسد نمی نویسد، یا بگم که اینجا هوا سرد گرم است، من سالم بیمارم، ببخشید اگر صدای بعدی تولید شد. خب اگر یه همچین حرفایی بزنیم که خب دیگه کسی نمیگه که عجب شعری، این نشانه نیست که من شعر دارم میگم، این نشانه اینه که مشاعر از دست رفته. پس متناقض نما به این خاطر آرای است که ظاهر سخن در نگاه اول متناقضه، اما پشتش به کمک یک کنایه‌ای، به کمک یک ایهامی، به کمک یک مجازی خب به معنا میرسیم. اما همین که ظاهر متناقضه کافیه. ما گاهی برای سادگی میگیم آرای پارادوکس یا تناقض، اشتباه نیست، اما بهتر اونه که بگیم متناقض نما، یعنی پارادوکس واقعی یا تناقض واقعی زیبایی نداره، اما آنچه که به ظاهر متناقضه اما در واقع معنایی پشتشه خب زیباست. این یه توضیح. این توضیح رو به این خاطر روش تاکید کردم که شما اگر یه بیتی رو متناقض نما دانستید و بعد گفتید این که معنیش این میشه، خب اشکالی نداره، باید هم همینطور باشه. متناقض نما بودن دال بر بی‌معنی بودن نیست. نکته بعدی، متناقض نما رو موقعی میپذیریم که ظاهر در معنای ظاهری غیر ممکن باشه. آنچه که نادر باشد رو متناقض نما نمیگیریم. اینکه یک روز تابستان سرد باشد غیر ممکن نیست، پس نمیشه متناقض نما گرفتش. اینکه در یک روز تابستان برف بیاید غیر ممکن نیست، پس نمیشه متناقض نما گرفتش. اما اینکه یک روز تابستان در ماه دی باشد دیگه متناقض نماست، امکان پذیر نیست، حتی دیگه متناقضه. حالا باید شاعر اینجا توانمندی و ذوقش داشته باشه که از دلش بتونه یه معنایی بیرون بکشه. پس هر جا شک کردیم که آیا این جمله، این بیت متناقض نما هست یا نه، اولین سوالی که از خودمون میپرسیم اینه، تو معنی ظاهریش یک اتفاق، یک امر غیر ممکن رخ داده یا اینکه نه. اگر دیدیم غیر ممکن نیست و امکان پذیر اما مثلا نادر، متناقض نما میره کنار. دیگه اینکه در متناقض نما ما گفتیم که باید به ظاهر دو امر متضاد با هم جمع شده باشه در آن واحد، دیگه خیلی اتفاقا میتونه در طول زمان بیفته و یک چیزی رو درست به متضاد به خودش تبدیل بکنه. یک جوانی میتونه به یک پیر تبدیل بشه، بشود در طول زمان. روز میتونه به شب و شب میتونه به روز تبدیل بشه، گرچه بعضی از این اتفاقا غیر ممکنه. خب اما گفتیم آنچه که ممکنه در طول زمان دیگه متناقض نما نیست، اما اینکه در یک لحظه هم روز باشه هم شب، خب تناقض. کوه میتونه به تپه تبدیل بشه، بله. حالا بگیم که یک کوهی تپه است، یعنی در آن واحد، آیا متناقض نماست؟ نه، چون کوه و تپه در فرهنگ ما ضد هم نیستن، اما کوه و دره ضد همن. اگر در آن واحد کوه دره باشد این دیگه متناقض نماست، در آن واحد دره کوه بشود متناقض نماست، اما در طول زمان دره کوه بشود شدنیه در آن واحد. اینکه هما که پرنده خوشبختی ایرانیان بوده و داریم منقرضش میکنیم، اینکه هما بوم بشود، بوف بشود، جغد بشود، آیا تفاوتی داره با اینکه هما جغد باشد؟ این دفعه دیگه نه. چرا؟ چون که اولا جغد که نماد شومیه و هما ضد همند و در آن واحد نمیتونند با هم جمع بشن، در طول زمان هم نمیتونه اتفاق بیفته، این هم نشدنیه. این مثل روز و شب نیست که میتونن به هم تبدیل بشن، این مثل پیر و جوان نیست که میتونن به هم تبدیل بشن. جمع بندی میکنیم برای اینکه متناقض نما داشته باشیم باید دو واژه یا دو عبارت یا دو جمله داشته باشیم که مفهومشون ضد هم باشه، نه اینکه مثل هم نباشه، ضد هم باشه، مقابل هم باشه. تپه و کوه مقابل هم نیستن، ضد هم باشه. این دو مفهوم متضاد در آن واحد در یک لحظه جمع بشن با هم دیگه، توی یک پدیده، توی یک موضوع جمع بشن.
در طول زمان خیلی تغییرات میتونه اتفاق بیفته، اما در بعضی موارد باز هم نشدنیه. اینکه سیمرغ مگس بشه نشدنیه و متناقض نماست، حتی در طول زمان. یا مثالی که زده بودم، بوم جغد بخواد هما بشه یا برعکس، اما روز و شب و اینها ممکن. خب چند تا تمرین حل کنیم. تستی داریم اینجا. در کدام در تمام گزینه‌های زیر آرایه متناقض نما پدید آمده است مگر در گزینه یا به عبارتی در کدام گزینه آرایه متناقض نما پدید نیامده است؟ بیت اولو می‌خونیم، آسونه. سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی، چه خیال‌ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی. خب شک دارید، سوالتون رو بپرسید، آیا امکان پذیر هست یا نه. سر آن ندارد امشب، قصد آن ندارد امشب که آفتابی، آفتاب معنیش چی بود؟ خورشید، که خورشیدی طلوع کند. میتونی بگی غیر ممکنه، اما دقت کن، میگه امشب خورشید قصد ندارد که طلوع کند. روز نشده که بگی که چطور میشه مگه روز باشه و خورشید طلوع نکرده باشه. شبیه و در اون شب خورشید دیر کرده، قصد نداره طلوع بکنه، فعلا شبه. این متناقض نیست، شدنیه. زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد از مدد خواهی یا مدد جویی چراغ دل برافروزی. خب میگه از این باد اگر کمک بخوایم چراغ دلمون رو میتونیم بر بیافروزیم، روشن کنیم. در حالی که دقت کنید بچه‌ها، وزش باد چراغ رو خاموش میکنه، روشن نمیکنه. به ظاهر متناقضه. هر جایی دیدید که وزیدن باد، نسیم داره چراغی رو بر میافروزه، این یکی از موارد رایج توی تخیل شاعران ایرانی که متناقض نما فرض میشه. از این صد روان در دیده شاه ز هر موجی هزاران نیش میرفت. گاهی وقتا متناقض نما توی یه ترکیب کوچیک نهفته، مثل شعلای عریانی، لباس عریانی، لباس خودش برای از میان بردن عریانیه. خب مثل دولت فقر، دولت خوشبختیه، فقر زدشه، با هم جمع شدن. مثل سایه خورشید. ستارگان خاموش متناقض نما نیست، تو کتاب درستون اومده. خاموش در گذشته ها به معنی ساکت بوده، ستاره ساکت ممکنه، متناقض نیست. صد روان، صد نماد ایستاییه، پس روان بودن متضاد مفهوم صد، با هم جمع شده میشه متناقض نما. به فرض اگر میگفت جنگل روان، غیر واقعیه، اما غیر واقعی بودن شرط لازم متناقض نماست دیگه، درسته؟ غیر واقعیه، اما جنگل نماد ایستایی نیست که بگیم که ها وقتی روان بودن رو به جنگل نسبت میدیم پس متناقض نمایی رخ داده، نه، یه تخیلیه، به یه آرایه دیگه ای میتونه برسه. کسی که وسعت او در جهان نمی گنجد به خانه دل من آمده است مهمانی. ببینید اینجا دیگه ما با دو واژه متضاد روبرو نیستیم، با دو جمله متضاد روبرو هستیم که در آن واحد به یه نفر نسبت داده شده، یه جمع شده. کسی که وسعتش تو جهان نمی گنجه توی خونه جا شده، ظاهر متناقضه، گرچه با اون تشبیه ما میتونیم معنی رو راحت برداشت کنیم که این خونه، خونه دله، خونه احساسه و توی احساس آدم همه چیز میتونه جا بشه، اما ظاهر کلام چیه؟ متناقضه. پس جواب میشه گزینه یک، اینکه امشب قرار نیست که خورشیدی طلوع بکنه، غیر ممکن نیست، شب دیگه قرار نیست خورشید طلوع بکنه، هر وقت طلوع بکنه میشه روز. چند تا تمرینم پای تابلو نوشتم براتون، بریم سراغ اینها. پنج بیت اینجا نوشتم و میتونه سوال این باشه که در میان این پنج بیت چند مورد تناقض دیده میشود، یا یک کمی ساده تر، چند بیت از این پنج بیت تناقض دارن، چون امکان داره وقتی توی بیتی دو تا تناقض دیده بشه. خب سوال رو به این تبدیل میکنیم که چند بیت از این پنج بیت تناقض دارن، مثلا یه بیت، دو بیت، سه بیت، چهار بیت، یا دو، سه، چهار، پنج. اولی رو میخونیم.
فخری، افتخاری که از وسیلت دون همتی رسد تانیسه که ما تو فارسی امروز بیشتر به شکل ا بیانش میکنیم. فخری که از وسیله به وسیله دون همتی پستی رسد، گر نام و ننگ داری از آن فخر آر دار. نام و ننگ روی هم یه واژه است و معنی آبرو میده. میگه اگه آبرو داری از اون فخر آر دار، آرت بشه، خجالت بکش. مفهومش میدونیم چیه، اما یه ظاهر متناقض رو تو این بیت میشه دید. بله اینجا این که آدم از افتخارش آرش بیاد، خب ظاهرش متناقضه. مطمئن این در واقع داره میگه که اون افتخار اصلا افتخار نیست، باید خجالت بکشه که داری به همچین چیزی افتخار میکنی. خب فخر و آر هم که طبیعتا با هم متضادن، پس اینجا هم تضاد داریم هم متناقض نما. بچه ها دقت کنید، همبستگی ریاضی بین تضاد و متناقض نما وجود نداره، همبستگی ادبی هست اما ریاضی نیست. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونه بگی که چون اینجا من تضاد دارم پس نتیجتا متناقض نما دارم یا ندارم، یا برعکس چون متناقض نما دارم پس تضاد دارم یا ندارم. هرگز، باید دوتا جداگانه بررسی بشه. امکان داره یه جایی فقط تضاد باشه، یه جایی فقط متناقض نما باشه، یه جایی هر دو باشه، یه جایی هم هیچ کدوم نباشه. اینجا دیدیم هم تضاد هست هم متناقض. ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم، یک ساعتم به گنجان در سایه عنایت. آفتاب چی بود معنیش؟ خورشید. خب بین ستارگان و سیارگان آسمان، حالا زمین رو که مرکز کیهان می دونستن، اما برای خورشید یک مقام و شأنی قائل بودن و اون رو پادشاه سیارگان می دونستن، چون سیار بوده از نظرشون دیگه، از نظرشون زمین ثابت بوده، خورشید دورش می چرخیده. خب پس آفتاب خوب هم که در ادبیات ما معنی زیبا میده، معمولا زیبا، خوشگل. ای خورشید خوب رویان، یعنی یک کسی که بین زیبا رویان مثل خورشید می درخشی، از همه برتر هستید. این گرمای وجود تو باعث شده که درون من بجوشه، منو به غلیان واداشته، منو آشفته حال کرده دیدن زیبایی تو. یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت، برای اینکه از این آشفته حالی بیرون بیام یه نگاه عنایتی، یه توجه، یه گوشه چشمی به من داشته باش. این عنایت تو مثل سایه میمونه برای من. خب زیبایی تو مثل آفتاب که داره منو میجوشونه، توجه تو مثل سایه، آفتاب و سایه باید با هم باشن. حالا که زیبایی تو این طور منو به جوش و خروش واداشته، از سایه هم منو دریغ نکن و یه توجهی به من کن، یه گوشه چشمی به من داشته باشه. خیلی زیبا. این ام چه نقشی داره بچه؟ یک ساعت مرا مفعولمونه. خب متناقض نما داریم یا نه؟ کدوم واژه است اینجا که میتونه یه کمی شک برانگیز باشه؟ یکی آفتابه، یکی جوشیدن سایه است. آفتاب و سایه متضادن، آیا با هم نسبت داده شدن؟ سایه مال کیه؟ مال خود یار. بعد خود یار رو چی خطاب کرده؟ آفتاب. مگه خورشید میتونه سایه داشته باشه؟ هر جا دیدید که داشتن سایه به خورشید نسبت داده شده، یکی دیگه از تناقض های متناقض نماهای زیرکانه و هوشمندانه شاعران ایرانی. سومی، به دو چشم خونفشانم هله ای نسیم رحمت که زکوی او غباری به من آر. توتیا را، توتیا اکسید روی که اون رو به شکل گرد در می آوردن و به چشم می کشیدن، کاملا حالت گندزدایی و آنتیبیوتیک داره. یه بیماری هست بچه به اسم تراخوم که در اون چشم کاسه خون میشه و بیشتر تو مناطقی شایع است این بیماری که در اون وزش باد زیاده و گرد و خاک زیاده. سیستان و بلوچستان مخصوصا این بیماری درش خیلی شایع است. گرد و خاک مایه تراخم میشه، گرد و خاک باعث این میشه که چشم کاسه خون بشه، به جای عشق انگار که بیمار داره خون گریه میکنه. پس هر جا دیدیم که خاک، گرد، غبار
مایه روشنی، مایه درمان چشمان خونبار شاعره، در واقع داره از اطلاعات پزشکی خودش استفاده میکنه تا در ادبیات یک متناقض نما به وجود بیاره. البته ایشون شهریار بوده و این رو خوب میدونسته چون پزشکی خونده بوده، اما شاعران خیلی پیشتر از شهریار هم این رو دستمایه متناقض نما قرار داده بودن. اینکه غبار به عنوان توتیا میخواد به کار بده برای چشمان خونبار یک متناقض نما است. غبار خودش باعث خونین شدن چشم میشه، درمان نیست. عاقبت از خامی خود سوخته، رهروی کبک نیاموخته، کرد فراموش ره و رفتار خیش، ماند غرامت زده از کار خیش. آیا اینجا ما میتونیم کدوم کلمه توجه رو جلب میکنه؟ سوخته، خامی، مثلا نیاموخته. خب و اون خامی و سوخته چون ضد هم هستن، ببینیم به هم نسبت هم داده شدن. بله، میگه از خامی خود سوخت، از شدت خامی سوخت. آدم از شدت خامی نمیسوزه، هنوز نپخته که بخواد بعد ته بگیره بعد بسوزه. ظاهر چیه؟ متناقضه، گرچه میدونیم که اینجا مفهوم چیز دیگه ایه، اما ظاهر کلام متناقضه. متناقض نما داریم، همشون که تناقض داشته. به دیدار تو پنهان گشت پیدا، تعالی الله چنین نور هویدا. هویدا یعنی آشکار، تعالی الله همونجا به جای هم آفرین به کار رفته. به دیدار تو پنهان گشت پیدا. پنهان و پیدا متضادن، اما آیا به هم نسبت داده شدن؟ بله. خب آیا غیر ممکنه؟ آیا غیر ممکنه که یه چیزی که پنهان بوده پیدا بشه؟ نه، در آن واحدی کسی نمیتونه هم پیدا باشه هم پنهان، اما این مثل شب و روز میمونه، میتونه چیزی که پیداست پنهان میشه و برعکس. اینجا گشت گفته، اگر میگفت به دیدار تو پنهان است پیدا، است میگفت میشون متناقضه چون در آن واحده، اما گفته شد، زمان بهش داده و این امکان پذیره. پس از این پنج بیت چهار بیت داره یه متناقض نما بود. یه تست هم از کنکور حل کنیم، تستی از آزمون سراسری خارج از کشور 95. در همه بیت های زیر متناقض نما یا پارادوکس وجود دارد بجز، در کدام یک وجود ندارد. چهار تا بیت رو بخونید، اینجا پاوز بدید، حدود یک دقیقه تا یک دقیقه و ده ثانیه فرصت دارید، بعد برگردید و به پاسخ گوش بدید. خب به کدوم گزینه پاسخ دادید؟ من حفظ نیستم، خود با من کنید. زبندگی شما صد هزارم آزادی است، صد هزار آزادی استم، صد هزار آزادی است برای من، که سلطنت کند آن کو بود گدای شما. میگه از راه بندگی شما هزاران بار آزادی نصیب من شده، کسی که گدای شما باشه سلطنت ها و پادشاهی ها میکنه. خب متناقض دیگه، درسته؟ نمیشه کسی هم گدا باشه هم سلطنت بکنه. یک دو سلطنت و گدایی ضد هم در آن واحد به یک نفر نسبت داده شدن. به روز افغانی و شب یاربی داشت، یا شبها یاربی داشت، به یمن عشق خوش روز و شبی داشت. خب داشت، مشکلی نداشت، خوش به حالش. من چیز متضاد اینجا نمیبینم که در آن واحد به یه نفر نسبت داده شده باشه. روزها افغان و ناله ای داشت، افغان ناله فغان، شبها هم یارب یاربی میکرد و به یمن و میمنت عشق روزگار خوبی داشت. خاموشی از کرده های بد به فریادم رسید، بی زبانی ها زبان عذرخواهی شد مرا. اینکه بی زبانی زبان بشه متناقض نمای واضحیه. در واقع میخواد بگه که یکی از بهترین راه های عذرخواهی سکوت کردنه، سر فرو انداختن و هیچ نگفتن. خوب بلده دیگه. دعوی هستی در این میدان دلیل نیستی است، هر که فانی میشود موجود میدانیم ما. واضحه دیگه، هر کسی که فانی بشه به فنا بده در راه خدا، ما تازه میگیم که به هستی واقعی دست پیدا کرد. و کسی که در این میدان زندگی دعوی و ادعای بودن داشته باشه خودش دلیلی است برای این که نیست، باید او رو هیچ فرض کرد. به سادگی میتونستیم بهش جواب بدیم. خب بچه ها، ازتون میخوام که دیگه از الان که ما وارد داریم آدایه هایی میشیم که معنای
کل بیت خیلی تاثیر داره در اینکه آیا اون آدایه رو بپذیریم یا نه. شما با دقت بیشتر و همت بیشتری شروع کنید به خوندن کتابی که پایه ادبیاتتونه برای پاسخگویی هم به سوالای آدایه، هم سوالای زبان فارسی، هم سوالای املا و هم سوالای قرابت و هم تناسب مفهومی. یعنی یه چیز حدود 15-16 سوال کنکور رو شما فقط در صورتی میتونید پاسخ بدید که اول میتونید بیتو درست بخونید و معنا بکنید، نه فقط همون 8-9 تست تناسب مفهومی. تستای زبان فارسی هم دارن از بیت های خارج از کتاب طرح میشن، تستای آدایه همگی از بیت های خارج از کتاب طرح میشن، تستای املا هم یک در میون از بیت های خارج از کتاب طرح میشن. بنابراین باید دیگه شروع بکنید و من سعی کردم تو این چند جلسه این انگیزه رو براتون به وجود بیارم که درست خوندن بیت هم لذت داره کشفش و همین که خیلی شما از رقیباتون پیش میندازه و در آینده هم به کارتون میاد. تا آخر عمر میتونید حالا یه تابلوی، یه خط شعری، یه کتابی، یه دیوان حافظی اگه روبروتون بود هم خودتون رو از اون بهره مند بکنید هم دیگران. پس لطفاً خوندن کتاب تناسب مفهومی رو نشر دریافت نوشته خودم که پایه ادبیات کنکور بچه هاست دیگه شروع کنید و نپرسید چطور بخونم، از صفحه اول بخونید. از صفحه اول میخونید تا میرسید به اولین تمرین، تمرین رو حل میکنید، همونجا گفته که چه کار کرده باشید خوبه، چه کار نکرده باشید یا در واقع کرده باشید بده و باید برگردید دوره کنید. میرید موضوع بعدی، تمرین بعدی، موضوع بعدی، تمرین بعدی تا میرسید به پایان فصل اول که در اونجا یه مجموعه‌ای از تست‌های کنکور که دقیقاً مربوط به خوانش شعر اومده و سخته، نباید سری سراغ اونها برید، باید یه بار دوره بکنید اون رو. خوندن فصل اول کتاب تناسب مفهومی یه چیز حدود 2 ماه وقتتون رو میگیره و میتونم بگم که 50% کنکور ادبیات تو همین 2 ماه بسته میشه. این کار رو که انجام بدید اون وقت میتونید خیلی راحت تر ادامه اون کتاب رو بخونید و به تست آرایی و زبان فارسی و املا هم در کنارش پاسخ بدید. حالا من اینو براتون بیشتر برنامه ریزی میکنم، اما شروعش رو دیگه بیش از این به عقب نندازید لطفا. تا جلسه بعد.